الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما عزیزان خوب بینندگان گرامی همراهان شبکه هادی تیوی خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستم از قاب برنامه به وقت بیداری دوست دارم که در ابتدای برنامه چند بیت شعر تقدیم کنیم به ساحت مقدس آقا و مولایمان صاحب الاسر و زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف چشم آلوده کجا دیدن دلدار کجا دل سرگشته کجا وصف رخ یار کجا قصه, قصه عشق, عشق من و, من و زلف, زلف تو دیدن دلدارد. دارد نرگس مست کجا همدمی خار کجا سر عاشق شدنم لطف طبیبانه توست ورنه عشق تو کجا این دل بیمار کجا منتی بود نهادی که خریدی ما را مولا جان منتی بود نهادی که خریدی ما را روسیه برده کجا میل خریدار کجا السلام علیک یا صاحب الاسر و زمان عزیزان بیننده به وقت بیداری را مشاهده میکنید طبق عرف شب شبها در خدمت استاد گرامی جناب استاد مصباح هستیم با موضوع توسعه از منظر فقهی و حقوقی خواهش می میکنم اگر به این موضوع علاقمند هستید حتما مطالب و پیشنهادات و حتی سوالات خود را از طریق این شماره با برنامه در ارتباط باشید و در میان بگذارید شماره مثبت 964 780 255 40 13 عرض سلام خدمت شما استاد گرامی وقت شما به خیر و خوشی باد ممنون از اینکه قبول زحمت کردید و ما استفاده میکنیم از بیانات شما در باره مفهوم توسعه که یکی از مباحث بسیار جدید هست در مسائل اجتماعی و سیاسی خواهش میکنم تا اینکه مطالب امشب رو برای بینندگان بازگو میکنید آغاز سخن و سلام علیک داشته باشید بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على خاتم السفراء والمرسلين ابي القاسم مصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين بندام دغاض خدمه شما مجموعه أبو فضا مجلس را فراهم می آورن و مهیا می سازند و به شنوندگان و بینندگان بسیار محترم این برنامه خانم ها و آقایون حاضرین و غایبین عرض سلام و ادب و احترام دارم و از خدای متعال آرزوی توفیق برای همگان در هر جا که هستن خواهانم در خدمت شما هست. سلامت باشید جناب استاد در گفتگو درباره توسعه و آیا اینکه توسعه <تصفح> به عنوان یک حق باید شناخته شود یا نه فرمودید که سوالات و چالش های مطرح هست که میگویند نباید این توسعه را به عنوان یک حق ما بشناسیم تا چه رسد به اینکه جزء حقوق بشر باشد در همین گام اول رسیدیم به این مطلب که نظام کنونی که ادعای گردانندگی جهان را دارد نظام سکولاریسم یا مبانی که همراه این نظام هست چیزی که باعث حرکت او می شود و از لحاظ اقتصادی وابسته به نظام سرمایهداری و بازار آزاد هست و از طرفی میگویند که توسعه اگر به عنوان یک حق شناخته شود این موتور حرکت اقتصادی را از حرکت باز می دارد با این چالش و این سوال را شما چگونه پاسخ می دهید تا اینکه اثبات شود که توسعه یک حق باید شناخته شود همانطوری که مستظر هستید و هستن بینندگان عزیز دو چالش کلان فراروی این مقوله که توسعه به مسابه یا به عنوان حق شناخته بشود وجود داشته که این که اصلا توسعه حق نیست و دوم اگر حق باشه از شمار حقوق عادی به شمار میره و جزء حقوق بشر نیست بدنه نخست گفتگوی ما در طی این چند جلسه اختصاص پیدا کرده بود به همین مسئله چالش هایی که توسعه حق نیست هرچند این رو بازگو بکنم در آغاز که پاره از چالش هایی که در این دوتا محور مطرح شده و مطرح خواهد شد مشترک هم حوزه حقوق بشر را پوشش میدن هم این و بنده کوشش میکنم به جهت استفاده بهینه <تصفح> از زمان اون چالش هایی که مشترک است در یکیش ذکر بکنم و از یادکرد مجددش در بخش بعدی دوری بکنم یا به اختصار بیان شود انشان. یا به اختصار اصلا بیان نشه خیلی ببینید ما در چالش ها یکی از چالش هایی که در جلسه گذشته بیان شد این بود که حق بر توسعه با حاکمیت دولت ها در تعارض هست و موجب محدودیت و سلب می میشه این پاسخ گفتیم و یک تکه اخیر مانده بعد به پاسخ حضرت اطالی وارد در رابطه با پاسخ به این چالش افزون بر اون پاسخ هایی که در جلسه قبل را اگر دید در حقوق بین الملل ما با دو اصطلاح مواجهیم یکی یا دو تا یک آموزه میتوان مواجه بود یکی مسئله اصول کلی حقوقی و قواعد آمره است که از اون به اصطلاحش جاس کوجنس یاد میشه این اصول کلی حقوقی یا اصول عمومی حقوقی و قواعد آمره خود بحث مفصل دارم و به اون مقداری که در بحث ما به درد میخورم اون رو بیان خواهم کرد <تصفح> یکی از ویژگی هایش این است که اینها فراگیر و جهان شموله و الزام نه تنها الزام بلکه فراگیر و جهان شموله و این جهان شمولیش و فراگیریش و الزام برآمده و ناشی از قرارداد و امور موضوعی یا قوانین موضوعی که بشر وضع میکنه نیست چون در باب اصول عمومی و کلی حقوق در حقوق بین الملل سرچشمه اصلی اون را برمیگرداند به فطرت و وجدان و یک سری ضروریات و نیازهای اساسی حیات بشری بنابراین وقتی ما میگیم که در حقوق بین الملل چیز تحت عنوان اصول کلی یا اصول عمومی حقوقی وجود داره و قواعد آمره از ویژگی های قواعد عامره فراگیریش است جهان است و الزام آوریش است اما تمامی این ویژگی ناشی از قرارداد و قوانین و حقوق موضوعه نیست وقتی متکی بر این نبود ممکنه قرارداد بعدا از طرف طرفین لغو بشه بله. قوانین موضوعه زمان داره جاگزین بشه تغییر پیدا بکنه و به طبع اون اصول و قواعدی که مبتنی بر اون هست اون هم تغییر خواهد پیدا کرد به همین جهت میگن که اصول عمومی و کلی حقوق و قواعد عامره یا جاسکو جنس اینها مبتنی بر قراردادها نیست مبتنی بر قوانین موضوعه نیست مبتنی بر اون ریشه هاست بنابراین الزام آور فراگیره و بایستی به اون عمل بشن درست واقعیت و مفهوم آموزه و اصطلاح دیگر در مقابل این گونه شما وقتی یک سری اصول کلی حقوقی و قواعد عامه دارید طبیعتا تعهدات و تکالیف متناسب با اون هم ایجاد میشه بله یک بار این تعهدات و تکالیف قراردادی است یعنی قوانین موضوعه و حقوق موضوعه و قراردادها و معاهداتی که بین دولت ها و ملت ها برای برآوردن و برطرف کردن یک مشکل یا گره و نیاز ایجاد میشه قراردادها و تعهداتی را به وجود میارن مشروعیت میبخشن و جنبه قانونی میدن و این قوانین و قراردادها یا قوانین موضع و قراردادها یک سری تعهدات و تکالیف را با عهده دولت ها و ملت ها و امثال ها میگذاره این تعهدات بازم به حسب او اون ریشش معقتیه قابل تغییره اما یک سری تعهدات در حقوق بین الملل پذیرفته شده در حقوق بین الملل با عنوان تعهدات و تکالیف که ریشه در این نوع قراردادها نداره مثل اون اصول کلی درست این تعهدات و این تکالیف را به نام تکالیف ارگا آمنس یاد میکنن یعنی تعهدات نقض ناپذیر سر ناپذیر تأهداده که دولت ها و ملت ها در واقع پابند به اون میشه و این تعهدات فراگیرن الزام آورن جهان شمولن و این فراگیری الزام آوری و جهان شمولیش بازم وابسته به قراردادها و قوانین موضوعه نیست پس وقت ما با اصول کلی و عمومی حقوقی و قواعد آمده با اون مشخصات مواجه هستیم و در این نظام بین وجود داره و پذیرفته شده و از این طرف تعهدات و تکالیفی با این ویژگی بله معنای این نوع اصول به این تعهدات چیه که اینا تابع اراده دولت ها نیست نبس. یک دولت بخواد بگه این با حاکمیت من متضاد است منافی است متباین من نمیپذیرم جلویش تعهد نکردم یا من به این تعهدات نپیوستم تصویبش نکردم در قوانین داخلی من به عنوان مسائل قو... قو... امور قانونی و حقوقی در نیامده پس بنابراین هیچ تعهد ندارم نه این نوع تعهدات و اصول در واقع تابع اراده و خواست امضا پیوستن و نپیوستن دولت ها نیست. نیست, مسئله حق بر توسعه که بعدا بر اون جزء حقوق بشری است یا معاهدات حقوق بشری یا حقوق پایه بشری از این ویژگیه یک دولت اگر در قلمرو خودش حقوق بشر نقض بشه به بهانه اینکه من آقام بسیاری از مایداد و کنوانسیون های راجع به حقوق بشر رو امضا نکردم پس پاسخگو نیستم هیچ ندارم امروز مورد قبول نیست. پس بنابراین وقت ما میگیم حق توسعه دارا این ویژگی جز جزء اصول کلی حقوق و اصول عمومی حقوق یا قواعد عامه است و این نوع تعهدات رم به وجود میاره که این در واقع هم اندیشمندان حقوقی مبتنی بر اسناد و مقررات بین المللی مثلا بند سه ماده یک منشور ملل متحد ماده 55 پنج و منشور ملل متحد در دیباچه و مقدمه ملل متحدین آورده یکی از قاضی های مشهور دیوان بین المللی دادگستری به نام قاضی بجاوی ایشان سریحاً حق بر توسعه جزء اصول کلی و اصول عمومی حقوق و قواعد برمی برمیشماره و تعهداتش تعهدات ارگامنس یاد میکنن این نوع بله. که ارادای دولت ها پس بنابرای نگر این باشه که دیگه صحبت از محدود ساختن نقص حاکمیت نیست پیش نمیاد است اما چالش دیگری که شما هم یاد کردید اینه که میگه پیشرفت و توسعه که در جوامع اتفاق افتاده امروز ناشی از سرمایه‌داری و اقتصاد بازار آزاده شما اگر آمدید توسعه را به مسابه حق معرفی بکنید و بپذیرید این موتور از حرکت باز میست یعنی موتور پیشرفت و ترقی و توسعه جوامع بازار آزاد و نظام در واقع اقتصاد سرمایه داریم و حق دانستن توسعه با این هویت جمعی سری محدودیت هایی رو تحمیل میکنه و این موتور با این محدودیت ها نمیتونه کار بکنه بنابراین مانع توسعه میشه در واقع ما در مواجه میشیم اگر توسعه شما با عنوان یک حق بشناسید ما با یک وضعیت یا فرایند پارادوکسیکال مواجه خواهیم شد یعنی استاد اگر بخوایم یک توضیح بیشتر بدیم که مطلب شفافتر و واضحتر شود نظام سرمایه داری نیاز دارد که یک اده افرادی به عنوان سرمایه دار باشند که اینها نبز بازار در اختیار اینها باشد و کسان دیگری باشند که در کنار این سرمایه دارها نقش کارگر، کارمند خدمه اینها را ایفا کنند ولی اگر ما حق توسعه را ب... به عنوان یک حق بشناسیم اینجا همه مردم، همه ارگان ها، همه نهادها، همه دولت ها باید یک حق مشخصی از فرایند بازار و سرمایه و توسعه را داشته باشن طبیعتاً یکی از مشخصاتش اینه آره حالا اون بس سرمایه داری، نظام سرمایه داری، بازار آزاد شکل بازار آزاد به چه شکل است یک بسای دقیق مفصل, مفصل و دقیق می و در این که اصلا بازار آزاد میتونه موتور تحرک و پیشرفت بوده این درش نمیشه شک کرد اما چینو بازار آزاد رها شده بازار آزاد مدیریت نشده و امثال اینا اینا بسای که باید از اون زاویه نگاه خب اگر این طور هست که در واقع حق شناختن یک پدیده مثل توسعه مانع این پیشرفت هست، اینو میشه این استدلال هم شاید بگم این چالش خیلی چالشه قدرتمند نیست. نیست. چرا ببینید شما با تا مفهوم مواجهید با سه تا واقعیت بازار آزاد و سرمایه داریم بازار آزاد سرمایه داری معلفه ها و لوازم اصلی و کلیدیش چیه؟ شما وقتی صحبت از بازار آزاد میکنید حالا ما بازار آزاد اشکال رو فعلا بحث نمی کنیم. در تمامی این تمامی صورت های بازار آزاد یا اقتصاد سرمایه داری دارای این معلف یعنی آزادی، آگاهی، مشارکت و خودمختاری شما اگر این ویژگی و این نهادها را تا از نهاد بازار آزاد بگیرید چیزی به نام بازار آزاد باقی نمیره با عنوان یک نهاد ارز میکنم بله. شما یک بار میگید آزادی آگاهی مشارکت خودمختاری یک ارزش یک حق یک بار میگید یک نهاده از هر سه زاویه که نگاه بکنید یعنی شما بازار آزاد با عنوان یک نهاد و یا یک ساز و کار لحاظ بکنید مبتنی و برآمده از این سه تا چهار تا معلفه خب حالا اگر ما بیایم بگیم که حق دانستن این گزاره که اینا میگن دو تا حالت داره یا اینکه فقط توسعه با, با مسابقه یک حق مانع میدانن یا نه اینکه ما تمامی ارزش ها نهادها و واقع فراین ها فرایند ها رو به عنوان حق بشماریم و بدانیم مانع موتور پیشرفت توسعه از حرکت باز میمونه بله. ما فع فعلا فرض برای این میگیریم و ظواهر اینه که میگن توسعه به عنوان حق اگر شناخته شده موتور سرمایه‌داری و بازار آزاد از حرکت باز می, باز می خیلی خوب شما ما گفتیم حق توسعه یک حق مجرد و تکی نیست تکسلولی نیست مجموعه از حقوق و مجموعه از ساختارها چیزی را تحت عنوان حق توسعه می‌سازه که در جلسات گذشته اونا بیان کردیم بازار آزاد از حق آزادی، مشارکت، خود مختاری و آگاهی تشکیل شده. اینا حقوقه. در جوامعی که سرمایه داری در طول این سالیان، حالا 3 400 سال که الان در واقع پیشرفت و مدرنیته در این جوامع شکل گرفت و توسعه موتورش العاده با سرعت حرکت کرد و محصولات و خروجی‌های توسعه را به وجود آورد، خب ما در این کشور مجموعه امور تحت و عنوان حقوق داریم حق مالکیت پذیرفته شده اعمال میشه در این کشور <applause> حق بر درآمد حق بر غذا حق بر مسکن حق آموزش حق آزادی اینها اموری است که در جوامع سرمایه داری وجود داره حق مشارکت ایجاد حق آزادی بیان اینها حقوقی است که در واقع ادام دارن و در واقع در طول این سالیان در این کشور به عنوان یک حق هم لازم قانونی و هم در از لازم به اصطلاح ارزشی و آکادمیک مورد قبول و پذیرش اگر شما بگید که خب حق توسعه وقتی میخواید کالبو کافی بکنید تمام این امور در درون حق توسعه است آزادی بیان حق بر مسکن غذا درآمد حق سلامت آموزش مالکیت فکری آزادی مشارکت و امثال بله. توسعه بر ساخته و مؤلفه این هاست. یا برایند این فرایند توسعه این هست یا توسعه به عنوان یک حق ما در گذشته که کردیم پشتوانه بنیاد مجموعه از حقوق بشری است و در جوامعی که سرمایه داری و نظام بازار آزاد حاکم بوده تمام اینها به عنوان یک حق پذیرفته شده مانع برای پیشرفت نبوده بلکه عامل پیشرفت بوده <applause> و بنابراین حق توسعه هم دقیقا چون اینا همه معلفه های توسعه یا برایند این فرایند توسعه یا توسعه با نوانک پشتیبان و بنیاد مبانی این هست بنابراین توسعه نه تنها مانع این نمیشه که پیشرفت توسعه در جوامع از حرکت باز بیفته در در حقیقت عامل و در واقع شامل پیشرفت پیش شما در بازار آزاد و اقتصاد سرمایه داری با مسئله تولید ثروت و درآمد یکی از ویژگی های اقتصاد سرمایداری تولید ثروت و درآمده درسته؟ بله ما در حق توسعه بر اساس اسناد و مقررات و این بی در اعلامی حق بر توسعه یکی از مشخصاتی که برای حق توسعه برشمرده این است که با از همه طلب کردن یعنی از صاحبان این حق و صاحبان تعهد یکی از این تعهدات این بود که برای تحقق حق توسعه مشارکت فعال و مسئولیت همگانی و تزامونی برای تحقق و بر توسعه جز مؤلف های توسعه یعنی برای تحقق حق بر توسعه جز مؤلف هاش مشارکت همگانی و مسئولیت همگانی است در چی؟ در تولید ثروت بله. در تولید درآمد در توزیع درآمد بخش های دیگه هم هست این طرف ما چیزی داریم تحت عنوان اقتصاد سرمایداری. بله. اقتصاد سرمایه مهمترین ویژگیش چیه؟ تولید سروت و درآمده منطقه حق توسعه میگه همگان مسئولند در تولید سروت و همگان بایستی مشارکت بورزن در تولید سروت و درآمد و توزیع عادلانه و منصفانه درآمد پس اگر اقتصاد سرمایه داری بر محور تولید ثروت و مقصدش و هدف کلیدیش تولید ثروت افزایش ثروت و تولید مستمر درآمد است حق توسعه همینه دنبال میکنه منتها میگه که همگان مسئولن و باید مشارکت بوزن در تولید سرمایه و در تولید درآمد و توزیع درآمد پس اینا با هم در تعارض نیست بلکه تقویت کننده است و عادلانه تر تولید ثروت و درآمد و همسال اینا بسیار ممنون استاد چون به میان برنامه نزدیک میشیم اجازه میخوام که یک وقفه داشته باشیم در برنامه و ادامه برنامه رو بعد از یک میان برنامه کوتاه به پای صحبت های شما بشینیم در باب مفهوم توسعه از منظر فقهی و حقوقی و تشکر از بینندگان که در این قسمت با برنامه همراه بودند برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم از شبکه جهانی هادی تیوی یکی از دلخوشی های جامعه امروز این مطلب هست که مردم به دنبال شادی و شادابی باشند و نظام های فکری مختلف به دنبال تأمین این نیاز مهم بشر یعنی شادی و شادابی هستند ادهی به روش های مختلف با, با, ورزش، با موسیقی، با حرکات خاص به دنبال این هستند که شادابی را به جوامع برگردانند. اما دین مبین اسلام و پیامبر گرامی ما خیلی زیبا اشاره می کند که یکی از مهمترین دلایل شادی انسان این هست که وظیفه خود را انجام بدهد و در مسیر درست عبادت و بندگی خداوند باشد که اگر این طور باشد در مسیر هدایت و سرات مستقیم هیچ دلی افسرده و غمگین و ناراحت نیست حتی اگر کوهی از مشکلات بر سر انسان ببارد اوقات خوش است که با دوست به سر شد باقی همه بیهودگی و بیخبری بود میان برنامه رو ببینید برمیگردیم در خدمت شما هستیم معبود من مرا این عزت و ارجمندی بس که بنده تو باشم و این سرافرازی بس که تو خدای من باشی تو همان گونه هستی که من دوست دارم پس مرا چنان بساز که خود دوست دارم خدای من اگر از من نیکی هایم را بخواهی همه را به تو خواهم بخشید با این که خود به آنها سخت نیازمندم من بنده تو هستم و تو پروردگار منی خداوندا و تو پناه میبرم از اینکه بیرون مرا در چشم مردم زیبا نمایی و درونم را با کارهایی که از تو میپوشانم زشت گردانی تا در برابر نگاه های مردم از خود نگهبانی کنم و از این راه نیکویی بیرونم را به مردم بنمایم و کارهای زشتم را به سوی تو روان کنم تا زین را به بندگانت نزدیکی جویم و از خوشنودی تو دور شوم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان خوب گرامی همراهان عزیز برنامه به وقت بیداری خوشحالم که در خدمت شما هستم این برنامه هر شب رأس ساعت 8 الى 9 تقدیم شما عزیزان میگردد و تکرار برنامه هم فردای همان روز بعد از ازان ظهر به وقت افغانستان تقدیم نگاه های گرم شما عزیزان خواهد شد شما می توانید برنامه های ضبط شده را یا به صورت زنده یا به صورت برنامه ضبطی از طریق سایت آپارات در در های فیسبوک یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید و همچنین در از طریق جستجو در موتورهای مختلف جستجو می توانید که برنامه ها را پیگیری کنید حتما نظر بدهید حتما اشتراک کنید در برنامه که همراهی شما باعث دلگرمی بنده و همکارانم خواهد شد گفتگو میکردیم با جناب استاد مصباح پیرامون مفهوم توسعه از منظر فقهی و حقوقی و اینکه جناب استاد سوالات و پرسش های مطرح است در مورد اینکه آیا توسعه به عنوان یک حق باید شناخته شود یا نه که راجع به این سوال که توسعه اگر به عنوان حق شناخته شود با نظام سرمایداری و بازار آزاد تناقض و درگیری را به وجود میارد پاسخ این رو داشتید بیان میکردید در ارائه پاسخ به اینجا رسیدیم که ما عرض کردیم که بازار آزاد دارای اون ویژگی هاست بله. و همچنین اقتصاد سرمایه‌داری دارای یکی مختصات و ویژگی های متعدد است یکی یا دو تا مختصه و ویژگی بسیار کلیدیش که با عنوان مقصد اقتصاد سرمایه داری است تولید ثروت و درآمد اون هم بیان کردیم بله. که اگر از این زاویه به اقتصاد سرمایه داری نگاه بکنیم یا از اون زاویه به بازار آزاد بنگریم با توجه به اون معلفه های ساختاری و کار کردیش حق توسعه نه تنها مانع نیست بلکه موتور تحرکش را انرژی بیشتر میده و به حرکت در میاد. سومین ویژگی که برای اقتصاد سرمایهداری و بازار آزاد می توان برشمرد مسئله عرضه و تقاضا یعنی شما از نظر اقتصادی نگاه بکنید یکی از ویژگی های اقتصاد بازار آزاد و سرمایهداری بر محور و حول عرضه و تقاضاست و می هم... به همین جهت هم بسیاری اینا بر این باورن برای تعیین قیمت های کالا و خدمات نباید به صورت دستوری و مصوبه و اینها عمل کرد بگذاریم که این سازوکار بازار یعنی عرضه و تقاضا خودش تعیین کننده قیمت هاست. ها باش. خب ما اگر ما فرایند یا مقوله عرضه و تقاضا را به عنوان بخش و بد... بدنه ساختاری بازار آزاد و سرمایه بنگریم عرضه و تقاضا چی زمان تحقق پیدا میکنه زمانی که مشارکت وجود داشته باشه کنشگران و عوامل متعدد باید مشارکت بورزن تا مسئله عرضه و تقاضا به طور عملی محقق بشه طبعا هر قدر که این مشارکت بیشتر گسترده متنوعتر تر باشه بازار آزاد و سرمایه داری پر رونقتر پر و کارامتر خواهد بود مشارکت زمان بیشتر است که امنیت درش وجود داشته باشه یکی از سازوکارهای این که ضریب مشارکت و سطح مشارکت را بالا میبره این است که از لحاظ حقوقی کنشگران و عوامل وضعیت حقوقیش حمایت های حقوقیشان روشن و مشخص باشه بله. شما در یک حالت فرض بکنید که میخواهید در یک فرایند شرکت بکنید از نظر حقوقی هیچ نوع حمایت و امنیت حقوقی نداشته باشید خب مشارکت پایین طبعا هر قدر وضعیت حقوقیتون و امنیت حقوقی بالاتر بره مشارکت شفافتر، روشنتر، گسترده تره. حق توسعه در واقع وقتی ما سخن از حق توسعه میبریم یکی از ویژگی های حق توسعه هم در واقع مشارکت همکاری بین المللی و مسئولیت تزامنی و همیگانی. مشارکتی به همگانی هست وقتی این مشارکت به عنوان یک حق شناخته بشه که حق توسط دقیقا روی این تأکید داره این باید به با عنوان یک حق شناخته بشه بله. طبیعتا مشارکت گسترده تر متنوعتر تر و از امنیت بیشتر برخوردار می سازه و عرضه و تقاظار پایه استوارتر و پایدارتر و پویاتر میسازه این به ضرر اقتصاد سرمایه داری یا به نفعش است به نفعشه بازار آزاد تقویت میبخشه یا تضعیف میکنه پس بنابراین از این سه منظر اگر به اختصار بیان کردم نگاه بکنیم حق توسعه معلفه های ساختاری و کارکردی بازار آزاد و سرمایه داری را تقویت میکنه و این موتور پیشرفت را بیشتر و بیشتر تحریک میکنه و انرژی بهش میده تا به نتایج مطلوب منتها با این ویژگی که باید جنبه حقوقی به خودش بگیره همگان دسترسی پیدا بکنن همه ملت ها همه آدمیان تعهدات جمعی به وجود میه و حقوق جمعی باید برای همه شکل بگیره نه درست. یک گروه و صنف خاص یا یک کشور خاص بنابراین حق توسعه در واقع مانع بازار آزاد و نخواهد. نخواهد, پس این چالش هم خیلی چالش مهم نیست مهم حالا خیلی استوار نیست قابل حل پاسخ پاسخ مشکلات داده پاسخ هم گفته شد بسیار عالی استاد اگر با توجه به وقتی یک سوال و چالش دیگری را مطرح کنیم به این ترتیب که میفرمایند نظام بین الملل و جامعه جهانی بر اساس یک ساختار خاصی شکل گرفته و هر چیز نو و جدیدی هم اگر بخواد که در جامعه جهانی خود رو مطرح کنه باید در این چارچوب این ساختار خاص جای بگیرد و تعریف خود رو مشخص کند اما میفرمایند تو، توسع به عنوان یک حق یک فرایند است و نه یک ساختار ولذا نمی تواند در جامعه جهانی کنونی به عنوان یک ساختار خاص جای خود به عنوان یک حق شناخته شود جواب این پرسش و چالش چه می تواند بله یکی از چالش ها میگه می توسعه به عنوان فرایند است و حق زمان شکل میگیره و پذیرفته میشه و به وجود میاد که در ساختارها ساختار. و به در یک محیط ساختار اجتماعی و بین المللی به وجود میه. به نظر هم خیلی چالش قوی به نظر نمی رسه برای اینکه ما در طول این بحث ها بارها و بارها یادآوری کردیم اعلامیه حق بر بر این تاکید داره و بیان کرده که و اندیشمندان که در این باب هم سخن گفتن در مقیاس های بین المللی توسر خودش را میگن مستلزم و یا برابر با محیط و ساختارهای اجتماعی و بین المللی است که در این ساختار حقوق بشر تأمین بشه و تمامی جواب ملت ها سازمان ها و آدمیان از طریق تأمین حقوق بشر به توسعه و لایه ها و سویه های مختلف توسعه توسعه توسع سیاسی اجتماعی فرهنگی و غیره دست, پیدا بکنه پس توسعه خودش حق توسعه مستلزم شکل گیرین و ساختاره بله. یا مستلزم فرایند است که این فرایندها فرایند ها یک ساختار و محیط اجتماعی و بین المللی شکل بگیره که حقوق آدمیان در اون تأمین بشه و از طریق تأمین حقوق توسعه محقق بشه بر. پس در واقع توسعه در در درون ساختار شکل میگیره. شکل, می گیره. شکل گرفته است یعنی اصلا چون این ساختار رو میطلبه در درون این ساختار به وجود میه و محقق میشه و فرایندهایی که به چون این ساختار به رو میطلبه این از یک طرف و از سوی دیگر ببینید ما نسبت به پدیده ها و امور از زوایای مختلف می توانیم بنگریم شما آزادی دارید عدالت دارید این ارزش ها و آموزه ها را دارید دیگه آموزش دارید سلامت دارید حیات دارید حق حیات دارید کرامت دارید به اینها هم به عنوان یک حق نگریسته شدن آزادی به مسابه یک ارزش عدالت به مسابه یک ارزش سلامت به مسابه ارزش و به اینها با عنوان یک فرایند هم نگریسته شده مثلا شما آموزش به عنوان یک فرا... در واقع در ماهیتش یک فراینده حیات یک فراینده سلامت یک فراینده بله درسته؟ حق کار درآمد و امثال اینا هم یک فراینده و همچنین اینها می تواند به عنوان یک وضعیت و ساختار نگاه بکنیم این ساختارهایی که متشکل از این نهادهایی است به نام آزادی، عدالت، امنیت، سلامت، حق کار، درآمد و ده ها مقوله‌ای که می توان اسم برد یعنی از منظرهای مختلف اگر نگاه بله. کنیم نام ساختار یا نام فرآیند بله بر می شود گذاشت اینها با هم متفاوتن ولی با هم متباین نیست قابل جمعن و این کار صورت گرفته شده, شده. یعنی میشه شما به آزادی به آموزش به سلامت به حیات به عدالت هم به عنوان یک حق بنگرید هم به عنوان یک فرایند بنگرید هم به عنوان یک ارزش ارزش اخلاقی بنگرید و هم به عنوان حق توسعه این حالت دارد ما در نسبت به توسعه روی کردهای چندگانه که نام بردیم داریم توسعه به عنوان یک فرا یک نوع رویکردی که وجود داره توسعه رو به مسابه یک فرایند می توسعه رو به مسابه ارزش نگاه میکنن توسعه رو چنان ساختار و وضعیت نگاه کردن و این رویکرد نسبت به اوش، به توسعه وجود داره و همچنین توسعه به عنوان یک حق این رویکردها هیچ تعارض و تباین نداره بله. مانع نیست که ما یک چیز رو با عنوان ارزش بدانیم در عین حال اون رو حق بپنداریم آزادی ارزش حقم است عدالت ارزش حقم است سلامت ارزش از حقم است ساختار هم هست نهاده. ام یک نهاده امنیت هم یک نهاده هم یک ارزش هم یک حقه درست پس اینها با هم تضاد و تباین ندارن. ندارن. با هم درگیری ندارن قابل جمعن و این شدنیه نسبت به توسعه هم چیزیست توسعه هم یک فرایند حق وضعیت و ساختار یک ارزشه گذشته از این توسعه را در جلسات قبل عرض کردیم در واقع در اینه که خودش حق ارزش است حق هم هست اینا در واقع هم در اندیشه های حقوقی مطرح هم در اسناد مق... و مقررات بین المللی و از منظرهای مختلف بهش نگاه بکنیم این شدنی ناشدنی نیست این واقعیت توسعه را تغییر نمیدهد و اینا قابله جمع است و توسعه در کنار که در واقع هم حق هم ارزش هم ساختار و وضعیت و هم فرایند مبناست مبنای بسیاری از حقوق و های بنیاد و پایه برخی از حقوق و های بنیادی بشری است شما میدونید حیات هم خودش یک حقه هم یک ارزش هم مبنای است برای بسیاری از حقوق آزادی بر بنیاد حیات حق حیات شکل میگیره سلامت بر بنیاد حق حیات تبیین میشه و پذیرفته میشه امنیت هم در واقع بر اساس حق حیات و کرامت پذیرفته میشه هم به عنوان حق به عنوان ارزش و حتی نهاد که ما وقتی میگیم مسئله امنیت مسئله سلامت آموزش هم هویت حق من بودنش به عنوان حق هم به عنوان یک ارزش هم به عنوان یک نهاد و ساختار هم به عنوان یک فرایند یکی از مبانی و اصولی که بر اساس اونا این هویت ها رو پیدا میکنه همین حق حیات پس خود حق حیات در عین این که مبناست ارزش است حق از ساختار فرایند یک مبناست توسعه هم در حقیقت این حالت ها داره. در عین که این, این چهار ویژه گیره می تواند داشته باشد در عین حال مبنا و پایه و پشتوانه برای مجموعه از حقوق و ارزش ها فرایند ها و ساختار ها قرارد. پس با هم تداخل ندارن ندارد. بلکه تکمیل کننده یکی دیگر استاد با توجه به با فرصت باقی مانده از برنامه شمال. اگر شما سوال دیگر یا چالش دیگری باقی مانده است پیرامونی مطلب که توسعه آیا حق است یا نه می توانید مطرح کنید و می توانید هم که بریم به سراغ این سوال که آیا توسعه بعد از این که قبول کردیم که به عنوان یک حق هست آیا از جمله حقوق اولیه حقوق بشری یا حقوق بستگی که شما اشاره کردید بارها به با اون اونها قرار میگیرد یا نه اگر وقت به اجازه بده که من در این جلسه اون چالش اخیری رو اگر خاطرتان باشه بیان بکنم تا ان اگر اون بود در جلسه بعد چالش‌های حقوق بشریشه مطرح بکنم اون چالش اخیری چیه گفتن که حق بر توسعه شناسایی توسعه به مصابه حق به نیست این یکی از چالش‌هاست پیامدهایی داره پیامدهایی پیامدهای مصلحت ب... چرا؟ چون حقوق حق, حق توسعه یک حق جمعیه حق دولت هاست، حق گروه هاست در واقع ویژگی این رو و یک سری مشکلات به وجود میره یکی از مشکلات میگه چیه؟ میگه دولت ها ممکن است نقض بکنن حق توسعه رو و فرافکنی بکنن معلوم نشه که این کار رو انجام بده در نظام بین المللی در مقیاس نظام ملی یک دولت ممکن است نسبت به شهروندان نسبت به گروه ها این کار رو انجام بده سوء استفاده بکنند از حق توسعه به نفع یکی و بر ضرر مجموعه دیگر. دیگر یا در یک انجمن یک مجموعه یا گروه های نسبت به افرادی که حضو این مجموعه است بر اساس همین حق بر تو... توسعه یا حق بر توسعه سوء استفاده های بکنند چون ماهیت جمعی داره بله. میشه در یک مجموعه در یک سازمان در یک اه... نهاد که هویت حقوقی داره خود اون گروه و اون مجموعه بر علیه افرادش از این حق توسعه سو استفاده بکنه خب اگر اینه خب ما در نظام بین المللی فعلی از اموری که حق بودنشان حق بشر بودنشان مسلم همه دنیا پذیرفته شده است استفاده های دوگانه از حقوق بشر ما در مقیاس های بین المللی میبینیم آیا این مانع این است که ما حق, حق با اونها رو به عنوان حق نشناسیم مثلا از آزادی بله. حق تعیین سرنوشت عدالت از مسئله عدالت حق حیات آموزش سلامت حق برغذا دارو و مسکن و همه و همه اینا حقوقه <applause> خب مگر امروز سوء استفاده هم در مقیاس منطقه ای هم در مقیاس ملی هم در مقیاس بین المللی استفاده دوگانه زیاد میشه زیاد میشه آیا این مانع این رو به عنوان حق بشناسیم یا پس چون این گونه استفاده میشه اونها هیچ کدامش نباید به عنوان حق, حق. حق, شناخته بشه نه حق دانستن و حق بودن مبتنی بر این امور نیست مبتنی بر خصوصا حقوق پایه و بنیادی ریشه در یک سری واقعیت های زیستی اجتماعی اخلاقی و اعتقادی داره و فرهنگی داره که ما در جلسات قبل در حقیقت وسط همو ضرب المثل معروف که میگه اگر یک مسئله ای را نمیتوانیم پاک کن... حل کنیم صورت مسئله را نباید پاک با. کرد دوم میگید به مصلحت نیست معنای مصلحت چی ببینید شما وقتی میگید مصلحت باز میکنید یک امر و مجموعه امور وقتی میگوین درش مسلحت وجود داره یعنی این که این امور این باور دین این کالا این خدمات این آموز ساختارها جزء ضروریات یا جزء نیازمندی هاست یا جزء تحسینیات <applause> یعنی چی شما حیات را در نظر بگیرید یک بار مجموعه عوامل و عناصر است که اصل بود و هست حیات وابسته به اونست قوام حیات و زندگی چه فردی چه اجتماعی وابسته به اونه اینو میگن جز ضروریات یک بار قوام حیات چه فردی چه اجتماعی من سریع از میکنم چون برسم از زمان استفاده بکنم این قابل تحلیل زیاد قوام حیات وابسته به اونها نیست اما تکامل و استمرارش وابسته به اونه بله ممکن قوام حیات وابسته به تحصیلات عالی نباشه تحصیلات آکادمیک نباشه یا سروت های اما استمرار و تکامل حیات وابسته به چیه؟ آموزش بله تحصیل عنوان مثال ارز میکنم پس بنابراین برخی از عناصر و عوامل خود مقوله حیات شما در نظر بید یک سری امور است که قوام حیات وابسته به است که اگه ازش بگیری حیات باقی نمیمونه دست. یک بار مجموعه عناصر و عوامل است که قوام حیات وابسته به اون نیست و تابع اون نیست اما استمرار و استکمال حیات وابسته به اونه اینو میگن نیازمندی ها یک بار ما میبینیم که امین حیات ما در مسائل دیگه تو ساختمان رو میتونیم مثال بزنیم در یک نظام دینی هم میتونیم مثال بزنیم ضروریاتش رو مشخص بکنیم نیازمندیهایشه و تحسینیاتش ساختمان ضروریاتش رو نیازمندی هایش تحسینیاتش تو من حیات رو مطرح کردم که بحث مهم و حقوقی است یک بار عناصر و عواملی که ما در نظر میگیریم نسبت به حیات نه موجب استکمال و استمرارش نه موجب قوامش یعنی قوام حیات استمرار و استکمالش وابسته به اون نیست اما خوشایند بودنش زیبایی حیات وابسته به اونه یا کیفیت کار رو بالا میبره اینه میشن جز تحسینیات م. شما وقتی میگید که آقا حق بر توسعه مسلحت درش نیست خوب یاد میگید جزء ضروریات نیست یا جزء نیازمندی ها نیست برای حیات بشری چی در مقیاس های ملی بین المللی منطقی و فردی یا جزء تحسینیاتش نیست بدون تردید امروز از کشورهای پیشرفته که مراحل توسعه را گذراندن بگید آقا توسعه دیگه به درد نمیخوره قهرن ازش دست بر تمامی تلاششان را میکنه که این توسعه پیشرفت صورت بگیره توسعه یافته بشه ابعاد گوناگونش محقق بشه پس برای اونها هم جز ضروریات بله. برای کشورهایی که در حال توسعه یا توسعه نیافته است این که توسعه به عنوان یک ضرورت حیاتی است درشی تردید نمیتوان کرد بماند این که جزء نیازمندی هاست آه. پس توسعه امروز در... برای جامعه بشری اهم از کشورهای پیشرفته کشورهای در حال پیشرفت توسعه کشورهای عقب مانده هم جزء ضروریات هم جزء نیازمندی های هم جزء تحسینیات آه. اگر این است که واقعیت های زیستی اجتماعی در مقیاس ملی منطقی و بین الملی و, و فردی رو نشان میدهد پس شناسایی حق بر توسعه یا حق توسعه یک مسلحت ضروری است یک مسلحت هیچ عدم مسلحت درش وجود نداره اشکال دیگری که در این راستا مطرح میکنه میگه اگر ما توسعه که میگیم به مسلحت نیستی یعنی یا بگن که چرا به مسلحت نیست به خاطر اینه میگه که اگر ما توسعه را به عنوان حق بشناسیم و بدانیم گرفتار تورم حقوقی و قانونی میشیم درست استاد چون فرصت واقعا اندک هست و من فکر میکنم به جواب این چالش شاید نرسیم همین که صورت مسئله رو مطرح کردید اگر اجازه شما باشد برای اینکه پاسخ کامل استیفا شود انشالله برای برنامه بعد زمان فرصت نداریم. تمام هست استاد ممنون است شما اگر امیدی بود ما این تکه اخیری چالش اخیری را که بیان خواهیم کرد که کنیم. گفتن که آقای حق توسعه و بله. مسلحت نیست چرا چون موجب تورم حقوقی میشه این انشالله من در هفته انشالله. بعد اگر عمر و, و بعد بریم به سراغ این مطلب که آیا بله توسعه بله چالش های توسعه از... توسع این که توسعه الله حق عادی هم اگر بپذیریم بله. جز جزء حقوق بشر به شمار نمی رود چالش هایش مدرح خواهیم کرد و پاسخ اون رو اگر عمر باقی بود در خدمت دوستان خواهیم بود به تحلیل و تبین خواهیم گره بسیار ممنونم از شما جناب استاد و مطالب بسیار مفید و ارزنده ای که امشب در این برنامه از زبان شما شنیدیم خدا به شما خیر عنایت کنه تشکر از شما بینندگان عزیز همراه با برنامه امیدوارم مجموعه تلاش بنده و همکارانم و همچنین صحبت های استاد گرامی برای شما عزیزان مفید شنیدنی و قابل توجه بوده باشد وعده ما و شما الله با این برنامه با این موضوع شنبه هفته آینده ساعت 8 الى 9 شب اما برنامه های ام به وقت بیداری را شما هر شب می توانید به طور زنده و مستقیم از همین شبکه شبکه جهانی هادی تیوی مشاهده بفرمایید انشاءالله که در خدمت شما عزیزان هستیم و در برنامه های آینده حتما شما را خواهیم دید و موفق و پیروز باشید روز روزگار بر شما خوش پاینده و پیروز خدا یار نگهدار شما